السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین به ویدیو این نو. انشاءالله که همه شما هر جایی که باشین در امن خدا، صحت، جان و جور، سلامت باشین. موضوع امروز درباره آثار و نشانه های قرب الهی و نزدیک شدن با خدا چیست. وقتی که با نور نزدیک شویم، روشنایی نور باعث گرمی و حرارت ما می شود و گرما و نور را حس می کنیم، و وقتی از نور و روشنایی دور شویم، در تاریکی و ظلمت و سردی وارد می شویم و حس می کنیم که همه جا تاریک و سرد است. اما نشانه های قرب خداوند را چگونه باید حس نمود؟ قرب در لغت به معنای نزدیکی یک چیز به چیز دیگر است. این نزدیکی گاهی از جهت مکان و گاهی از جهت زمان است. قرب در حرف عام معنای دیگر هم دارد که همان داشتن ارزش و منزلت و جایگاه در نزد دیگری است. با داشتن ارزش و منزلت و جایگاه در نزد دیگر، عبارت دیگر استعمال قرب به معنای مورد توجه و علاقه فرد خاص بودن و ارزش و منزلت داشتن نزد اوست. در مورد قرب به خدا باید گفت واضح هست که خدا بزرگ نه سمت و نه سو و نه جهت دارد و نه این مسیر. طریق قرب در متن زاد وجود سالک محقق می گردد. پس برای شناخت آن می توان از امور مهم دیگر کمک گرفت. مثلا اول، خالی بودن دل از غیر خدا. انسان از غیر خدا قلب طبق آموزهای دینی هر مقدار خالی باشد، لذت وی از عبادتش بیشتر خواهد بود. مثل حضرت عیسی در یک حدیث فرمودند که صاحب دنیا یعنی انسان ها از عبادتشان لذت نخواهد برد تا وقتی که دنیا در ذائقه او شیرین است، از بهره نصیبش نمی گردد. چنان که مثل یک بیمار عبادت شیرینی به غذا نظر می کند، ولی به جهت شدت درد از آن غذا لذت نمی برد. دوم، لذت بردن از شیرینی عبادت. اشاره شده است که انسان به گونه خدا را یاد می کند، عبادت می کند که از عبادت خود لذت برد. هرچی لذت انسان از عبادت خود بیشتر باشد، نشانه نزدیکی وی به خداوند نیز خواهد. مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند برترین مردم کسی هست که به عبادت الهی عشق ورزد و آن را آغوش بگیرد و از عمق دل آن را دوست داشته باشد و جسم خود را در وقف عبادت الهی نماید. سوم، انجام تکالیف و وظایف خود. عمل به وظایف دینی ملاک برتری و بر دیگران در نگاه خداوند خواهد بود. از این رو یکی از نشانه های نزدیکی به پروردگار به شما خواهد آمد. مثل که امام سجاد فرمودند من عمل به مفترد الله علیه فهو من خیر الناس. کسی که به واجبات الهی عمل کند او بهترین مردم هست و با انجام این اعمال انسان می تواند با خداوند نزدیکی به وجود بیاورد. مثل امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند می فرماید بنده من با چیز محبوبتر از انجام آنچی بر او واجب کرده ام به دوستی من رو نیاورده است. چهارم، دوری از گناهان. پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند عابدترین مردم کسی هست که واجبات گناهان را برپا دارد و کوشاترین مردم آن کسی هست که از آن گناه دوری نماید. پنجم، تحمل مشکلات، صبر زیاد شدن. یک انسان آگاه در برابر مشکلات باید شکیبایی و استقامت کند. بی‌تابی و بی‌حوصلگی نکند. هرگز از میدان حوادث بیرون نرود، زمان اختیار از دست ندهد تا به هدف بزرگ خود نائل گردد. چنان که امام علی علیه السلام فرمودند با اراده های صبورانه و حسن یقین غمهای وارد بر خود را دور سازید. مؤمن با اعتقاد و ثواب و پاداش الهی برای صبر کردن با صبوری غم و اندوه را از خود می زارد و آرام می گیرد و طبیعی خواهد بود که چنین فردی به خداوند نزدیکتر است. ششم، از صمیم قلب شکرگزاری. شکرگزاری از خالق راه به سوی معرفت او می گشاید و پیوند انسان را با آفریدگار محکمتر می کند. شکرگزاری
علاوه بر این که شناخت بخشنده نعمتها را به دنبال دارد، معرفت نعمت را نیز به همراه خواهد داشت و همین معرفت نعمت روز به روز پیوند بندگان را با خداوند محکمتر می سازد و آتش عشقش را در دلها شعله‌ور می کند و بنده را با خداوند نزدیکتر. در خلاصه به هر حال خود انسان بهتر به درون خود آگاه و بهتر می تواند بفهمد که آیا با خداوند نزدیک شده و آیا از او دور گذشته است. انشاءالله که خداوند سر همه ما لطف کند که با خداوند نزدیکتر باشیم و نزدیکتر شده بریم روز بروز. راه های زیاد است، انشاءالله خداوند به همه ما نصیب کند، انشاءالله که همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم و خداوند کمک کند که انشاءالله که راه عملی بتانیم. فراموش نکنید که این ویدیو را با حسن نیت به دیگران هم بفرستید. تا ویدیوی بعدی، روز خوش، سلام علیکم.